زیر قراردادهای 100 میلیاردی بریم. برابر این نشون میده که دولت با توجه به پولی که در اختیارش هست همه اینا رو مال خود کرده. ولی یه پدیده اونجا وجود داره به نام نیروی سوم و اون مردمن. این رو با توجه به این شرایط اقتصادی که هست و فلاکتی که وجود داره و با توجه به نگاه مردم به حرکت‌های منطقه، اینو کجا می‌بینی؟ این نیروی سوم رو چه نقشی براش قائلی شما؟ مردم خب یک مردم یک پارچه‌ای نیستن که. مردم در کشور ما مردم شهرهای بزرگ هستن، مردم شهرهای کوچک هستن، روستاها هستن، مردمی که بخششون تحصیل کرده هستن، به طبقات متوسط تعلق دارن، بخششون به طبقات به اصطلاح بسیار پولدار و به اصطلاح سرمایه‌داران اصلی کشورن، بخششون مردم بسیار بسیار زحمتکشن. به نظر من تیپ های متفاوت، یعنی ما در واقع یک جامعه بسیار بسیار متکثری داریم که خواسته ها و مطالباتش یگانه نیست. یعنی برخلاف اون چیزی که در خارج از کشور بعضی ها ساده سازی میخوان بکنن و بگن به اصطلاح یک خواست یگانه در بین جامعه ایران در تمام مردم ایران وجود داره و اون خواست یگانه در واقع برکنار کردن نظام جمهوری اسلامی ایران هست و مثلا دموکراسی در ایران، این ساده کردن بحثه. ما یک جامعه متکثری داریم که برای بسیاری از افراد در جامعه ما ادامه بقا نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی ادامه امکان زندگی برای اونها، چه به لحاظ چپاول منافع به اصطلاح اقتصادی، چه به لحاظ موقعیت‌های سیاسی و چه به لحاظ به اصطلاح شرایط کار ادامه به اصطلاح زندگی و ادامه به اصطلاح حضور در جامعه ایران. این در بخش بالا هست. یعنی شما اگر دقت بکنین همین بحثی رو که الان شما اشاره کردین که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهبرانش گفتن ما قراردادهای زیر مثلا 100 میلیارد تومان رو قبول نمی‌کنیم، یعنی این که در کشور ما اگر حساب بکنیم که در کشور ما چند صد هزار نیروی نظامی سپاه و بسیج وجود داره، اینها در حقیقت از قبل همین قراردادهای چند صد میلیون دلاری طی به اصطلاح 30 ساله گذشته و به ویژه طی چند ساله گذشته که سپاه به بزرگترین تراست اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور تبدیل شده، از این دارن بهره میبرن و اینها چندین میلیون به اصطلاح خودشون با خانواده هاشون چندین میلیون آدمن. اینا چند نفر نیستن که بگیم مثلا 4 تا آدمن 5 تا آدمن، اینا یک مجموعه چند میلیونی آدمن که در حقیقت بر سر این به اصطلاح سفره بزرگ در واقع راندخاری نشستن و همه از این ارتزاق میکنن. بسیاری از اینها در حقیقت با ارتزاق از همین سفره به اصطلاح بزرگ راندخاری به دانشگاه های بزرگ این ور اون ور دنیا میرن، تحصیلات میکنن، بعد بر میگردن دوباره در کشور شبکه های بزرگ اقتصادی درست میکنن، کادرهای اصلی نظام سیاسی ایران میشن، به اصطلاح اساتید دانشگاه‌های ایران میشن و خودشون رو باز تولید میکنن و در حقیقت اینها کمک میکنن که این نظام در حقیقت هم باقی بمونه هم باز تولید بکنه نیروهای خودشه، گرچه روز به روز به اصطلاح تغییراتی هم متناسب با این تغییراتی که در این مجموعه جمعیتی اینها داره اتفاق میفته اتفاق میفته. یعنی این نیستش که این مجموعه جمعیتی همون مجموعه جمعیتی مثلا 30 سال پیش در دوران انقلابن، به اون اندازه ایدئولوژیک نیستن، به اون اندازه ارزش‌های اسلامی براشون مهم نیست، به انقلاب و انقلابیگری فکر نمی‌کنن. انقلاب و انقلابیگری از نظر اینها همین به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی است و حفظ این به اصطلاح حکومت یک پارچه نگه داشتنش و چاپیدن به اصطلاح این مردم. اینا یک بخشی از همین مردم هستن. یعنی ما وقتی از مردم حرف میزنیم چند میلیونش اینا هستن.
ما یک جمعیت چند میلیونی دیگه ای داریم که به اصطلاح جمعیتی هستند که در شهرهای کوچک روستاها ساکن هستند، زحمتکشان کشور ما، که همین پولی که آقای احمدی نژاد به هر حال میره به طرق مختلف در اختیار اینها میذاره، از وامهای به اصطلاح متفاوت گرفته تا نمیدونم به قول معروف کیسه سیب زمینی و نمیدونم ساندیس و کمک های نمیدونم ماهی 40,000 تومان مثلا بابت همین قطع رایانه ها و غیره و غیره و غیره و بالا بردن حقوق های بازنشستگی، این مجموعه هم در حقیقت شما در اون کشور اگه نگاه کنید، این مجموعه مجموعه‌ای که نیستن که همه مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، بسیاری از اینها به اصطلاح با تجربه دوران های گذشته، با تجربه دوران اصلاح طلبی حتی به نظر من، یعنی یکی از بزرگترین زیانهایی رو که اصلاح طلبی به استراد به مجموعه به کشور ما زده همین تجربه ناموفق مدیریت کشور بوده که در نتیجه اون تجربه ناموفق هست که فردی مثل احمدی نژاد میتونه بیاد و با به اصطلاح تقسیم پول در سراسر کشور میتونه خودش رو تثبیت بکنه و در دور دوم هم به هر حال تمام اون آمارگیری هایی که شده بود، احمدی نژاد آدمی نبود که مثلا 1,000,000 رأی داشته، در بدترین حالتش کسانی که خیلی هم تمایل به اصلاح طلب ها داشتن و خیلی هم تمایل به آقای موسوی و کروبی داشتن، باز تا یک هفته قبل از انتخابات میگفتن آقا اینا به دور دوم میرسن، یعنی حدس بر این بود که هر کدوم از اینا 14-15 میلیون رأی دارن در اون کشور، و بنابراین این بالاخره اگه شما بگین 14-15 میلیون رأی هم هست به هر شکلیه، چه به ساندیسه، چه با کیسه سیب زمینیه، چه با ماهی 40,000 تومان پول دادنه، چه با این هستش که مثلا امکانات کشور رو در اختیار اینا گذاشتن، بالاخره این آرا به اینها تعلق داره، همینجوری که در کشورهای دیگه شما میبینین یه مجموعه رای به یک بستر حزب معینی تعلق داره و احزاب هم با همون دلیل انتخاب میشن و برنده بازی میشن و میتونن ادامه پیدا بکنن. بنابراین به نظرم عمومی راجع به مردم صحبت کردن مشکل ما رو به اصطلاح حل نمیکنه، ولی ما باید قبول بکنیم که طی این به اصطلاح 30 ساله گذشته چند چیز عوض شده. یک نقش، یعنی ترکیب جمعیتی ایران حداقل امروز 70% زیر 25 سال هست، یعنی بیش از 70% از جمعیت ایران اینها تجربه زندگی در دوران شاه رو و نظام گذشته رو ندارن و در زمان جمهوری اسلامی ایران به دنیا آمدن، بزرگ شدن، زندگی کردن رو یاد گرفتن، با فرهنگ و ادبیات سیاسی آشنا شدن و تجربه های زندگی سیاسی در این حکومت رو دارن و این جمعیت کمی نیست. دو، یک بخش قابل توجهی، یعنی ما حداقل میتونیم به راحتی بگیم چند صد هزار نفر از افراد تحصیل کرده، کسانی که به اصطلاح پایه فکر دموکراتیک و نیروی سکولار برای یک حکومت سکولار و دموکراتیک هستن، اینها در حقیقت از همون ابتدای انقلاب، از اولین روزهای به اصطلاح انقلاب یا پیش از انقلاب حتی تا سالهای بعد تا همین امروز از این کشور مهاجرت کردند. مهاجرت این بخش به اصطلاح طبقه متوسط تحصیل کرده که پایه اصلی و موتور محرک در واقع جنبش دموکراتیک در ایران میتونسته باشه، یک خلأی رو در ایران به وجود آورده که اون خلأ در واقع توسط تکنوکرات هایی پر شده که این تکنوکرات ها به نظام دینی بیشتر پایبندن تا به نظام های سکولار، و به همین دلیل شما میبینین که به اصطلاح حتی روشن فکرترین اینها، افرادی مثل آقای مثلا کدیور، آقای اشکیوری، آقای سروش، اینها هنوز مدل های به اصطلاح تغییر یافته از یک نظام با ارزش های دینی رو ترجیح میدن برای یک نظام به اصطلاح دموکراتیک شبیه غرب. بنابراین شما میبینین که به اصطلاح این خلأ در حقیقت اولا به این نیروها امکان داده که در حوزه حضور فرهنگی و فکر سازی و گفتمان سازی دست بالا رو داشته باشن در کشور،
و بدنه ای هم که به دنبال اونا هست، شما نگاه کنید ببینید مثلا انجمن رساد انجمنای دانشجویی در ایران مثل دفتر تحکیم وحدت، اینها در واقع چه نوع فکری رو دارن. بسیاری از دوستانی که در دفتر تحکیم وحدت بودن طی سالهای گذشته و حتی الان خارج از کشور هستن، اگر دقت کنین اینها در واقع هنوز به نوعی متأثر هستن از یک نظامهای دینی، گرچه به اصطلاح با تبیین‌های متفاوت، ولی همچنان یک نظامی با ارزش‌های به اصطلاح دینی برای اونها اولویت داره. و این حتی اگر به اصطلاح یه مقداری ببرین برتر، شما می‌بینید جریاناتی مثل نهضت آزادی، مثل مثلا جنبش مسلمانان مبارز یا همون روشنفکران ملی مذهبی در ایران، اینها هم هنوز به طور کلی ترجیحشون برای یک حکومتی است در ایران، گرچه نسبتاً دموکراتیک‌تر با کنترل کمتر روحانیت بر اون، ولی با ارزش‌های دینی. یعنی این رو ما باید توجه داشته باشیم و این به اصطلاح تغییر ترکیبی جمعیتی در این 30 سال گذشته به نظر من نباید ما ازش غافل باشیم و فکر کنیم اون جمعیتی که در ایران هستن شبیه من و شما هستن که در خارج از کشور هستیم. جمعیتی که در خارج از کشور هست گرچه ترکیبش فرق میکنه، نوع مطالباتش به لحاظ به اصطلاح آینده سیاسی در ایران فرق میکنه، ولی مشابهش در ایران خیلی کمه و این جمعیت در واقع نمایندگی نمیکنه طبقه متوسط ایران رو در شهرهای بزرگ یا طبقه به اصطلاح تحصیل کرده در ایران رو. این به نظرم کاملا اشتباه هستش که کسی فکر کنه که ترکیب جمعیتی خارج از کشور یا معدل فکری روشنفکران مثلا سیاسی در خارج از کشور نماینده به اصطلاح اون طیف طبقه متوسط تحصیل کرده در ایران هست. این یک اشتباه بزرگ هست که نباید در دامش افتاد. ما باید ببینیم که به اصطلاح وقتی که دکتر سروش به عنوان مثال در تهران سخنرانی میذاره، چند هزار نفر پای صحبتش میرن، و اگر یک روشنفکر مثلا سکولار، یک فیلسوف مثلا سکولار اونجا یه سخنرانی بذاره، چند هزار نفر میرن. و اونجا میتونیم به اصطلاح بفهمیم که اساسا نوع تفکر در جامعه روشنفکری و تحصیل کرده ایران چگونه است. مثلا شما به نظرم راحت ترین چیزش اینه که همین بعضی از همین مصاحبه های افرادی که در ایران خیلی سرشناسن، جزو اساتید دانشگاه های ایرانن و صاحب به اصطلاح فکرن و محبوبیت اجتماعی دارن و محبوبیت سیاسی دارن، اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که به اصطلاح در بعضی از موارد یک به اصطلاح تفاوت اساسی دارن با این دوستانی که در خارج از کشور هستن.